سلام، به یه قسمت دیگه مجله فارسی خوش اومدین. قبل از اینکه بیام و این خلاصه قسمت دکتر آذرخش مکری رو بذارم، داشتم سریال کوتاه سینز فرام مریج رو میدیدم یا صحنه های یک ازدواج رو میدیدم. در این حال که آموزنده است، در این حال خب غم انگیزه و ناراحت کننده است. داشتم اون رو میدیدم. بگراند جدید، خونه جدید، توی اسباب کشی بودیم. یه خورده خسته اسباب کشی هستم ولی به خودم گفتم میام و این قسمت رو میذارم و بعد میرم به کارهای دیگم و استراحتم میرسم. گفته بودم که باید روانشناسی افرادگری یا رفتار افراطی رو خلاصش رو براتون بذارم، به خاطر اینکه خود دکتر آذرخش مکری خیلی تاکید داره که این سه تا قسمت هرس و اون یکی که یادم رفته اسمش رو و اینو با هم گوش بدیم یا اینکه حداقل پشت سر هم گوش بدیم. من اون دو تا دیگر رو گذاشتم، این آخریشو میذارم. و اینکه در مورد این داره توضیح میده که روانشناسی افراطی‌گری یا رفتار افراطی اصلا چیه. میگه که اول اینجوری شروع بکنیم که همه ما آدم‌ها رفتارهای متغیر و در حال نوسانی داریم. یعنی ممکنه ما توی یه برهه زمانی خیلی آسمانی و خیلی معنوی و خیلی روحانی و خیلی خداپرست بشیم و در یه برهه زمانی دیگه خیلی دنیوی و خیلی مادی بشیم و ما دائما در این حالت داریم نوسان میکنیم. پس اگر که مثلا دیگه وقتی که اینا رو گوش میدیم، یا من خودم وقتی که اینا رو گوش میدم، اگر که میبینم که یه روز یه آدمی یه جوره، یه روز یه جور دیگه، یا حتی خودم یه روز یه جورم، یه روز مثلا توی برهه زمانی یه جور دیگه، نه من خیلی متعجب بشم. چون که میگه که اصلا خصوصیت آدمیزاد اینه که دائما در حال نوسانه و اینکه توضیح میده که در جامعه ما سه تا آدم داریم: آدم های لوس، آدم های تایت و آدم هایی که وسط این دوتا هستن. آدم های تایت آدم هایی هستن که آدم های بسته ای هستن، از دنیای خودشون بیرون نمیرن، از اون باکس خودشون بیرون نمیرن، کنجکاو نیستن، به شدت به گذشته پایبند هستن، رفتارهای به شدت، یعنی به مذهبشون به شدت پایبند هستن و رفتارهای مذهبی گونه و سنتی گونه زیادی از خودشون نشون میدن و دارن. میگه اینجور آدم ها اصولا بچه هاشون بین چند تا اسم انتخاب میکنن و بچه هاشون رو دائما بین همون اسما، یعنی اون جامعه دائما بچه هاشون بین همون اسما نوسان پیدا میکنه یا همون اسما رو دارن و فرزندآوری توشون زیاده، خانواده توشون، شکل‌گیری خانواده توشون زیاده. و اینکه به هر حال تعریف یه دنیای تایت دیگه، دنیای تنگ و بسته و محدود. و میگه که در مقابلش آدم های لوس قرار دارن که آدم های لوس آدم هایی هستن که کنجکاون، مکتشفین و مخترعین اصولا جز این گروه از آدم ها قرار میگیرن. این آدم ها آدم هایی هستن که فرزندآوری به گذشته ها پایبند نیستن، به سنت و به اعتقادات و به مراسم و به رسوم اعتقادی ندارن، یعنی پایبند نیستن بهشون. فرزندآوری توشون کمه، فرزند ناخواسته ولی توشون زیاده، حاملگی های ناخواسته توشون زیاده، اینو بگم بهتره، ولی فرزندآوری توشون کمه، تشکیل خانواده توشون کمه، خونه خریدن و بهره بانکی دادن و اینا توشون کمه، پسنداز کردن مادی توشون کمه، پسنداز کلن توشون کمه. و اینکه اصولا جامعه هستش که اسمهای متنوعی رو برای بچه هاشون انتخاب میکنن و میگه اصلا یکی از نشونه های این که ببینید یک جامعه از جامعه تایت داره حرکت میکنه به سمت جامعه لوس، اصولا اینه که ببینید تو اون جامعه آیا اسم بچه های اون جامعه داره متنوع میشه یا اینکه هنوز همون چند تا اسمی که قبلا بوده روی بچه ها میذارن. میگه اصولا آدم های لوس
آدم هایی هستن که اصولا جامعه هر 100 سال یه بار، جامعه های لوس هر 100 سال یه بار اگر که توی جامعه لوس بمونن، اصولا میگن که جامعه در حال منقرض شدنه، چون که توضیح دادم دیگه، اینا آدم هایی هستن که اصلا به تشکیل خانواده و به اینکه خانواده تشکیل بدن و بچه دار بشن و رسومات و اینا اصلا علاقه ای ندارن. پس خب بنابراین کسی هم که بچه نداره، کسی هم که خونه نمیخواد بخره، کسی هم که بهره بانکی نمیخواد بده، کسی هم که پول پس انداز نمیکنه، کسی که نمیخواد درس بخونه، نمیخواد دانشگاه بره، خب مسلما چرخه اقتصاد اون جامعه روی این آدما نمیتونه بچرخه. ولی میگه که با توجه به اینکه جوامع هر 100 سال جوامع لوس به سمت منقرض شدن پیش میرن، ولی اینو توضیح میده که اصلا هر بعد از هر 100 سال تقریبا اصلا نمیتونه یه جامعه توی لوس بودن بمونه و مجبوره که اینو تغییر بده. به خاطر اینکه گفتم اگر که توی یه جامعه توی لوس بودن بمونه، اون جامعه منقرض میشه و نمیتونه توی لوس بودنش بمونه. و توضیح میده که حالا اصلا این لوس بودن یا تایت بودن، این افراطی‌گری که اگه بخوایم اسمشو بذاریم، از این ور بوم یا از این ور بوم افتادن. آها نه، اول این توضیح بدم که جامعه اون آدم هایی هم که وسط هستن به اینا میگن از نظر روانشناسی آدم های ایستا، که میگه اصولا ازشو اصلا چیزی در نمیاد. اینا آدم هایی هستن که ایستا هستن، نه میشه کفن نه لطمه میزنن، اصلا همینطوری اینجا هستن، یعنی هیچ چیزی ازشون در نمیاد. به این آدم ها میگن آدم های ایستا و میگه که اینا برای جامعه کلن خوب نیستن و میگه که جامعه قبلنا اینطوری بودش که خیلی میگفتن بابا چه کاریه، مثلا بیا وسط باش، نه لوس باش نه تایت باش، نه گرم باش نه سرد باش، ولرم باش، ولرم خیلی هم خوبه، ولرم باش. ولی میگه الان روانشناسا به این نتیجه رسیدن که اتفاقا ولرم بودن یا به معنی روانشناسی ایستا بودن نه به درد زندگی میخوره نه به درد جامعه میخوره، یعنی این ایستا بودنه ازش هیچی در نمیاد، بخوای خلاصه بگی ازش هیچی در نمیاد و جوامع احتیاج داره به آدمهایی که ازشون یه چیزایی در بیاد، اکتشاف در بیاد، اختراع در بیاد، موسیقی در بیاد، پولدارترین آدم جهان در بیاد، ماشین برقی در بیاد، چه میدونم مثلا توی رده های علمی بالاترین آدم علمی در بیاد. یعنی میگه که جامعه احتیاج داره به این آدم های افراطی. فقط پس اگر که شما جز آدم های افراطی هستین یا خودتون رو جز آدم های افراطی میدونید، شاید حتی خیلی هم خوب باشه. فقط این که میگه که حالا بیایم توجه بکنیم که اصلا جامعه به چه نوع از افراطی ها احتیاج نداره، چه نوع افراطی هایی برای جامعه خوب نیستن. میگه افراطی هایی که کج‌خواهی غیر عقلانی دارن برای جامعه خوب نیستن. و این کج‌خواهی غیر عقلانی رو چجوری توضیح میده؟ میگه کج‌خواهی های غیر عقلانی اصولا یعنی که این آدم ها افراطی‌گریشون موجب اذیت شدن و از بین بردن آدم های دیگه میشه. به اینا میگن افراطی‌گرهای غیر اخلاقی و میگه جامعه به این افراطی‌گرها احتیاج نداره و این افراطی‌گرها مخرب و مضر هستند. میگه این کج‌خواهی‌های غیر عقلانی که به صورت بیمارگونه توی افراد دیده میشن، اصولا علامت‌هایی دارن که تو اینجا علامت‌هاشو اینطوری مثال میزنه و میگه که توی خودتونم دقت بکنید ببینید که آیا شما هم این علامت‌ها توتون وجود داره یا نه. اگر این علامت‌ها توتون وجود داره، یعنی شما افراطی‌گری هستین که به سمت نقطه بدی حرکت خواهید کرد، اگر که افسار خودتون، اگر که این اگر که مراقب رفتار خودتون نباشید.
ولی اگر که خب اینا توتون نیست ولی خودتون رو جزء افراطی‌گرها میدونید، خب اشکال نداره اگه کنجکاو هستید، اگر که دوست دارید که بدونید، اگر که دوست دارید که یه موقعهایی کشف کنید، برید جاهای ناشناخته یا کارای یه خورده مثلا عجیب بکنید و اینا، اشکالی نداره. میگه تا اینجا اشکالی نداره، ولی از یه جایی به بعد که این آلارم ها، این گزینه هایی که میگم تو وجود داشت اون موقع، یا حتی از این آدم هایی که این گزینه ها رو دارن خوشتون میاد، اون موقع است که شما جز آدم هایی هستین که افراطی‌گریتون آسیب زنده هم به خودتون و هم به جامعتون. اولین که میگه که اینها، این افراطی‌گرهای که کج خواهی غیر عقلانی دارن، آدم هایی هستن که میگه که آدم های دیگر رو فقط باید با زور درست کرد، باید بزنی تو سرشون تا درست بشن. بعد میگه که خیلی به گذشته نگاه میکنم و حسرت گذشته رو میخورم، ببینید چی بودیم چی شدیم، از کجا به کجا رسید. جهان رو به صورت غیر قابل توصیف میدونم و اعتقاد دارن که دیگه فساد همه جا رو گرفته. همش دائما احساس میکنن که یه چیزی تو این دنیا خرابه و همه آدم ها دائما در حال خیانت هستن و دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد، اوضاع جامعه و اوضاع جهان خیلی بده. میگه جهانی رو بهتون قول میدن، یعنی جهانی رو پیش روتون متصور میشن که اگر عضو اونها بشید، یا مثلا تصورشون اینه که اگه کارهایی که اونا میگن انجام بدی، که میگه که در اونجا همه چیز خوب و عالی پیش میره و هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. کسایی که جزو اونها نیستند رو لایق مرگ میدونن، مدرنیسم و عامل بدبختی میدونن، کشف و اختراع و علم رو عامل بدبختی میدونن، احساس قربانی بودن میکنن و احساس میکنن بهشون ظلم شده، احساس میکنن تحقیر شدن، خشم و عصبانیت و نفرت دارن. و میگه که این شاه کلید رفتار افراطیه. میگه اگر دیدین یک آدمی هم نفرت داره و هم خشم داره نسبت به آدمهای دیگه، بدونید که این آدم خیلی راحت میتونه جزو آدمهای افراطیگر بشه و کارهایی بکنه که آدم های افراطی‌گر میکنن. میگه توی آدم هایی که اختلال شخصیت دارن، وقتی که تحقیق کردن دیدن که این خشم و نفرت توشون از همه بیشتره و اصولا این آدم ها آدم هایی هستن که افراطی‌گری توشون خیلی زیاده و خیلی موج میزنه. حالا دیگه این خلاصه این روانشناسی افراطی و افراطی‌گری بود. این خلاصه زیاد نبود، کلش همش تقریبا دو صفحه نیم بود، ولی به نظر من لوپ مطلب رو به شما و به همه ما میگه که ما الان در جامعه‌ای داریم به سر میبریم، اولا که ما کجا زندگی میکنیم و آیا در جامعه‌ای به سر داریم میبریم که آیا افراطیه، و یا اگر افراطیه جز افراطیه کج خواهی عقلانیه، یعنی جز بخوایم سادهش بکنیم جز افراطیه بده یا جز افراطیه خوبه. و من فکر میکنم جوامع غربی الان جز افراطیه های خوب هستن، ولی مثلا من فکر میکنم جامعه ایران الان توی افراطیگری بد داره به سر میبره. پس اگر که با یه سری از عقاید موافقیم توی ایران، یه خورده دقت بکنیم ببینیم که با چه چیزی داریم موافقت میکنیم، این خیلی مهمه. و اینکه اصلا حالا اصلا جامعه هیچی، حتی خودمون بیایم نگاهی به خودمون بندازیم، ببینیم نظریاتمون، حرفامون، گفته هامون جز افراطی‌گرهای خوب حساب میشه یا جز افراطی‌گرهای بد حساب میشه. مثلا مثال میزنه، میگه مثلا افراطی‌گرهای خوب اصولا انعطاف پذیر هستن، اصولا نظرهای مخالف و حتی اگر قبول هم نداشته باشن میشنون، و اینکه اصولا خشم ندارن، از ببخشید و لطفا استفاده میکنن، لطفا میتونید این کارو کنید، ببخشید که این کارو کردم. ولی میگه که افراطی‌گرهایی که افراطی بد هستن،
یا بتونم بگم راحت تایت هستن. اینها میگه که اصولا اجبار میکنن به آدم ها کاراشونو، نظرهای مخالف خودشونو گوش نمیدن و اینکه از آدم ها نفرت و خشم دارن، به آدم ها نفرت و خشم دارن و اینکه اصلا هیچ نظر مخالف خودشون نمیتونن گوش بدن، از کلمه های مثل ببخشید و لطفا نمیتونن استفاده بکنن چون اصلا براشون بیمعنیه، معذرت میخوام توی لغاتشون وجود نداره و اینکه این آدم ها انعطاف پذیر نیستن، در شرایط سفت و سخت هستن و انعطافی از خودشون نشون نمیدن. حالا دیگه فکر میکنم باید نگاه کنیم ببینیم که رفتار ما، اگر که حالا خودتون رو جزء افراطی‌گرها میدونید، باید فکر کنید ببینید که کدوم یکی از افراطی ها هستید و اینکه این آلارم ها رو جدی بگیرین. و همین میگن که روانشناسی نصفش اینه که آگاه باشی به رفتار نادرستت، نصف راهو رفتی، یعنی همین که تو آگاه باشی که این رفتار نادرست رو رفتی، 50% این مشکل حل شده توت. 50% قضیه رو اگر دی آدمی هستی که آگاه هستی، دیگه بقیهش هم حل میشه. دیگه همین دیگه به سریال داریوش هم دارم میبینم تو قسمتشو. خب خیلی سریال ایرانی دیگه، بعضی هاشون خیلی خوبه، مثلا انتهای یک شب چی بود؟ انتهای یک شب پارسا پیروفه بازی میکرد و اینا، به نظرم جالب بودش، بد نبود، نتونسته بود که خب خیلی خوب ازش بکشه بیرون چیزی که میخواست و خب نمیشدم که خیلی بکشی بیرون، ولی بدم نبود، سریال بدی نبود، خوب بودش. الان که دارم داروش رو میناود، داروش اصلا یه چیز دیگه از فانت با نمکه، برای اینکه از سر کار میاره همینطوری یه چیزی بذاری ببینی با نمک. دیگه همین، اگه که شما هم سریال خوبی میبینید به من معرفی کنید. خیلی ممنون که تماشا کردین، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.